درود بر بینندگان عزیز، درود بر ملت بزرگ ایران و درود به روان همه جانباختگان در راه ایران زمین. من اسدالله نصر اصفهانی هستم و برنامه جبهه هماهنگ مبارزان ایران و شورای نجات ایران رو امروز در خدمت بانوی گرامی، بانو روشنک آسترکی که ایشون همونطوری که با چهره خبری ایشون آشنا هستن بینندگان، از یکی از روزنامه نگاران بسیار با ارزش هستند و در روزنامه کیهان لندن فعلا مشغول فعالیت هستند. البته ایشون علاوه بر این کار از سالها پیش کنشگر سیاسی هستند و نویسنده بنام. بانو آسترکی، به برنامه خیلی خوش آمدید. درود بر شما، سپاسگزار و درود دارم به همه بینندگانتون. خیلی سپاسگزار. من پیش از این که پرسشامو آغاز بکنم، چون این دو روز گذشته یعنی 4 مرداد و 5 مرداد مصادف بوده با درگذشت دو پادشاه بزرگ ایران، رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه، من خواستم این روز رو یادآوری بکنم و خدمات این بزرگ مردان رو اینجا گرامی بداریم. همونطوری که دیروزم شاید بینندگان ملاحظه فرموده باشند، اولیادت شهبانو هم یه برنامه مصاحبه با تلویزیون من و تو داشت که بسیار جالب بود. مهم این بود که در این برنامه ایشون امیدواری کردن که حتما نظام فرهنگ پادشاهی به ایران حتما برخواهد گشت. البته عده‌ای در 400 تا کامنت راجع به اون داده شده بود که غیر از 8 تاشون که فحاشی کرده بودن، در حدود 392 کامنت بسیار بسیار عالی و ناشی از مهمپرستی بود که بسیار جالب بود. ایرادی که به اولیا حضرت گرفته بودن در بعضی ها این است که چرا اصولا ایشون با این برنامه رادیو تلویزیون من و تو که شناخته شده است مصاحبه کردن، به خصوص این که با این مصاحبه‌گر که رعایت آدم معاشرت رو نمی‌کنه. البته این مسائل فرعیه، ولی اصل قضیه بود که ایشون مصاحبه کردن و بسیاری از حقایق روشن کردن و به خصوص تقریبا صریحا گفتن که محمد رضا شاه به وسیله آمریکایی‌ها کشته شده و در یکی از روزهایی که ایشون در بیمارستان نیویورک بستری بودن، وقتی قرار بوده که اون پزشک دستور بدن که عکس برداری بکنن، گفته که من امشب با همسرم در یه جایی مهمان هستم و نمیتونم بیام این کار انجام بدم. و خب این خیلی ضربه بزرگی بود. حالا از این بگذریم، بعد میرم خدمت سرکار بانو آسترکی. عرض کنم که سوالات بسیار زیاد هست قربون، ولی من سعی میکنم اینا رو کوتاه بکنم قربون، یعنی سوالای کوچکتری باشه که جناب علی بتونید همه رو پاسخ بدید. همونطوری که اطلاع دارین، با جنبش خودجوش مردم که رژیم رو در خطر سقوط قرار داد در یکی دو سال گذشته، اصلاح طلبان که خودشون یکی از عوامل اصلی جلوگیری از فروپاشی رژیم بودن، دو مرتبه به میدان آمدن که رژیم رو حتما از سقوطش نجات بدن. در ابتدای این جنبش به مخالفت برخواستن و اعلام کردن که این کار آقای علم الهدا بوده و این فقط و فقط به منظور این است که به روحانی مخالفتی بشه و تضعیف بکنن در مقابل مثلا رهبری. ولی بعد از این که بعد از اون شعارهایی که بر ضد روحانی داده میشد، اینا سخت حمایت میکردن، ولی بعد از این که شعارها به صورت خیلی طبیعی از ناحیه جوانان خودجوش مردم تبدیل شد که اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، بعد متوجه خطر شدن و بعد اینا رفتن در آغوش سیاسی همدیگه شد. آقای خاتمی دو مرتبه به میدان اومده. این آقای خاتمی که حتی از رفتن یک عروسی خانوادگی ممنوع شده بود، اومده حالا اونچنان آزاد شده که در گاردین مقاله می نویسه و داد سخن می ده. و همینطور دو تا مقاله‌ایش که آقای سعید حجاریان در اینترنت منتشر کرده و با سردمداران اینها آقای تاج‌زاده و آقای عباس عبدی
که آقای عباس عبدی هم تقریبا تلویحا اظهار کرده که باید این جنبش رو سرکوب کرد. در هر صورت اینها همینطور که میدونیم اینا بدون اینکه اشاره به این عوامل مربوط به شورش 57 بکنن، به خصوص آقای حجاریان بعد اومده مطالبی نوشته که در واقع اپوزیسیون رو خواسته به گونه تحقیر بکنه. من بیش از این مزاحم نمیشم، شما بیاناتتون در این زمینه خواهش میکنم بفرمایید، من اگر نظری داشتم بعد از صحبت های جناب عالی عرض خواهم کرد. خیلی متشکر میشم، سپاسگزارم. ببینید، اصلاح طلبان اگر بخوایم در یک جمله وضعیت فعلی اونها رو توصیف کنیم، باید بگیم در یک سردرگمی بسیار بزرگ به سر میبرن. همونطور که شما اشاره کردید، اصلاح طلبان در روزهای گذشته، هفته های گذشته، در واقع تئوریسین هاشون و افراد شاخصشون اظهار نظرهایی رو کردن و این اظهار نظرها اینقدر دامنه متفاوتی رو داره و گسترده‌ای رو داره که میشه به این سردرگمی پی برد. یعنی از یک طرف میبینیم همانطور که دعوت میشن مردم از سوی اینها به این که بیاید و در انتخابات جمهوری اسلامی، انتخابات در واقع زیر نظر شورای نگهبان جمهوری اسلامی شرکت بکنید و به ما رأی بدید که ما بریم در مجلس و یک اصلاحاتی رو در داخل ساختار نظام جمهوری اسلامی راه بیاندازیم، از طرف دیگه میبینیم که میان و در بین صحبت‌ها و تحلیل‌هاشون از مشروطه اسم میبرن، از رفراندوم اسم میبرن و همه اینا نشون میده که اینها هیچ گونه خط و مشی درستی رو برای ماه‌های آینده پیش روشون نداشتن و از طرف مردم ایران به شدت در واقع غافلگیر شدن از دی ماه 96 تا الان. اصلاح طلبا به اعتقاد من یکی از مشکلات بزرگشون این هست که در یک دوگانگی به سر میبرن، به دلیل اینکه اینها از یک طرف طرفدار دولت روحانی بودن، در دولت روحانی حضور دارن، برخی از چهره هایی که الان در دولت حسن روحانی دارن فعالیت میکنن کسانی هستن که اگر میرحسین موسوی سال 88 انتخابات رو پیروز میشد بر محمود احمدی نژاد و میتونست رئیس جمهور بشه، اونها در دولت میرحسین بودن. این نکته بسیار مهمیه. کسانی هستن که اگر محمد خاتمی امروز رئیس جمهور ایران دوباره شده بود در دولت اومی بودن. یعنی دولت حسن روحانی یک سهم بزرگی رو اصلاح طلب اومدن و ازش گرفتن، در مجلس شورای اسلامی حضور دارن، کرسی‌های زیادی رو تونستن با اون عبارت معروف تکرار میکنیم آقای خاتمی کرسی‌های زیادی رو دست بگیرن. شورای شهر هم عملا دست اصلاح طلب هستش در ایران، منتها اینها نمیتونن از برجامی که تمام قد پشتش ایستادن دفاع بکنن و نمیتونن از کارنامه حسن روحانی دفاع بکنن. در نتیجه در اون بود الان هیچ حرفی برای گفتن ندارن. از طرف دیگه در واقع نمیتونن هم بیان و مطرح بکنن که ما هیچ ارتباط و هیچ نزدیکی با دولت روحانی نداریم. این باعث شده که اصلاح طلبا در واقع اگر قبلا یک پتانسیلی داشتن به اسم دولت محمود احمدی نژاد که 8 سال تمام پمپاژ بکنن این رو که دیدید احمدی نژاد این کارو کرد، اگر ما بودیم این کارو نمی کردیم، دیدید احمدی نژاد اقتصادو چه کرد، اگر ما بودیم نمی شد، دیدید احمدی نژاد ارزو چه کرد، اگر ما بودیم نمی شد، در حالی که الان اینها 6-7 ساله که در واقع دولت رو درش نقش دارن و خب دولت خیلی عمل کرده به نظر من به ویژه در حوزه اقتصاد بدتری نسبت به حتی دولت احمدی نژاد داشته، با اینکه از یک فرصتی به اسم برجام هم برخوردار بود که بتونه بیاد و وضعیت اقتصادی رو بهتر کنه. در نتیجه اصلاح طلب و دچار یک همچین وضعیتی هستن و من فکر میکنم توی ماهای پیش رو هم اینها باز تلاش خواهند کرد که در واقع قدرت رو بتونن، یعنی اون سهم خواهی که اصلاح طلب برای داشتن قدرت در حوزه‌های مختلف ساختاری جمهوری اسلامی داشتن رو دوباره به کار خواهند گرفت و تلاش خواهند کرد که به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کنند. علت این که اینها گاهی وقتا چرخش‌هایی توی اظهاراتشون پیدا میشه، مثلا میان و از مشروطه اسم میبرن، میان و از رفراندوم اسم میبرن، یا میان جدیداً به برخی از مشکلات مردم اشاره میکنن در حوزه های اجتماعی، علتش این هستش که الان در حال حاضر جامعه ایران دو حوزه مطالبه رو به نظر من براش اهمیت داره. یکی در حوزه های اقتصادی هستش و عدالت اجتماعی،
این یک حوزه هستش، یکی در حوزه آزادی‌های اجتماعی و قوانین موجوده. الان اگر شما اظهارات افرادی مثل تاج‌زاده و دیگر اصلاح طلبا رو در مدت اخیر نگاه بکنید، ببینید که اینها چون در حوزه اقتصاد حرفی برای گفتن ندارن و کارنامه بد حسن روحانی به پای اونها هم نوشته میشه، در نتیجه اینا اومدن برای موضوع عدالت و روی موضوع قوانین و حتی اشاره به موضوع اختیاری بودن حجاب دارن در واقع مانور میدن و میخوان از این حوزه وارد بشن که بتونن سهم بیشتری از رأی هایی که به صندوق ریخته میشه رو نصیب خودشون بکنن در انتخابات مجلس شورای اسلامی. منتها من تصور خودم این هست که در این راه پیروز نخواهند شد، به دلیل اینکه اصلاح طلبان بیش از 20 سال فرصت داشتن که بیان و اصلاحاتی که مدام دارن ازش صحبت میکنن و اون دنیای خوبی که سعی میکنن به ایرانی ها نشون بدن که اگر ما بیایم رو قدرت اون دنیا رو برای شما میسازیم، اون کشور رو میسازیم و اون فضای اجتماعی رو ایجاد میکنیم، فرصت رو داشتن. مردم ایران چندین بار در چندین انتخابات به اصلاح طلبا اعتماد کردن و رفتن رأی دادن بهشون، اما اونها هر بار کارنامه ضعیف‌تری رو ارائه دادن. یعنی الان شما عمل کرده اصلاح طلبا رو در دولت حسن روحانی نگاه بکنید، عمل کرده به شدت ضعیف‌تری نسبت به عمل کرده اصلاح طلبان در دولت خاتمی، و به همین دلیل هم هست که اینها گاهی وقتا میان و در واقع اشاراتی میکنن که بیان خودشون رو در کنار مردم نشون بدن که پایگاه اجتماعی کسب بکنن. و من فکر میکنم در آینده، چون به هر حال اصلاح طلبات جزوی از بدنه نظام جمهوری اسلامی هستن و هویت اونها، سرنوشت اونها و حیات اونها وصل هست به حیات و هویت جمهوری اسلامی، در نتیجه اینکه فکر کنیم اصلاح طلبان یک روزی ممکنه بیان وایسن این طرفه بود جزء اپوزیسیون بشن و مخالف نظام باشن، این یک خیال خامی هستش که البته از اونا بعید نیست روزی بخوان این خیال خام رو به مردم القا بکنن. منتها من فکر میکنم یک رویکردی که اینها دارن و موضوعی که شاید دارن بهش فکر میکنن این هست که در گیرودار بالا گرفتن اعتراضات مردم و زمانی که دیگه جمهوری اسلامی در واقع به اون روزهای پایانیش برسه، اینا به نظر من ممکن هست که بیان و کنار بخشی از افرادی که خودشون رو اپوزیسیون معرفی میکنن، حالا بگذاریم که اساسا آیا به اینها میشه گفت اپوزیسیون یا نه، افرادی که موضوع جمهوری سوم رو مطرح میکنن، افرادی که به تحول خواه معروف هستن و اون در واقع کسایی که باقی مانده اصلاح طلبان بودن و اومدن خارج از کشور و الان رخ اپوزیسیونی گرفتن، ممکنه سعی کنن روزی به اینها نزدیک بشن. اما اینکه اقبالی داشته باشن که از سوی مردم ایران به عنوان آلترناتیوی برای انتخابات، برای رفراندوم یا برای هر گزینه دیگه‌ای بخوان در واقع قرار بگیرن، من فکر نمی‌کنم چنین اقبالی رو داشته باشن. بله، عرض کنم که حالا به فرض این که اینها همطور که فرمودید اینها از موقعیت استفاده می کردن و یا استفاده بکنن در آینده و بتوانن اون برنامه اصلاح طلبی رو پیاده کنن، آیا این مسئله اساسی و درد مردم ایران همینه که این رژیم موجود اصلاح بشه، یا اینکه اصولا اپوزیسیون به مفهوم واقعیشون است که نسبت به کل نظام بررسی بکنه و خواهان برکناری کل نظام باشه؟ در واقع اصلاح طلبا همونطوری که اشاره فرمودی به طور ضمنی اینها اصل حکومت و این ولایت فقیه رو قبول دارن، منتها نظرشون این است که اونطوری که ما میگوییم و ما میخواییم باید عمل بشه. بنده فکر میکنم که اون چی که خواست ملت ایرانه و اون جنبش خودجوش مردم که اشاره فرمودید بهش، این بیشتر خواستار در واقع حذف کل نظام در کلیتشه، نه اینکه واقعا دنبال این باشن که اصلاح بشه. چون همین بیانیه 14 نفر هم همین اشکال اساسی رو داره که یه سازمان و تشکیلاتی برای برکناری جمهوری اسلامی ندارن. حالا اینو بفرمایید، بعد وقت من راجع به این سخنان خاتمی یه چند نکته دارم خدمتتون بگم، اگه در این زمینه پاسخی داریم بفرمایید. اصلاح طلبان، من گفتم توی بخش اول صحبتم، اصلاح طلبان بخشی از بدنه جمهوری اسلامی هستن
با تمام اجزای یک نظام، یعنی اونها آرمانهای جمهوری اسلامی رو قبول دارن، اونها حیات و هویت خودشون رو در جمهوری اسلامی میبینن و اساساً بدون جمهوری اسلامی اونها هیچ هستن. در نتیجه اینکه یک روزی بخوایم فکر کنیم اونها در کنار اپوزیسیون قرار میگیرن، اگر همچین چیزی بشه نمایشیه و اصلا قابل اعتماد به نظر من نیست. این یک از یک بود. از بود دیگه اینکه خواسته مردم ایران و مطالبه مردم ایران چه هست. ببینید، من فکر میکنم مردم ایران در دیماه 96 زمانی که شعار دادن ای شاه ایران برگرد به ایران، زمانی که شعار دادن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، اون حساب خودشون رو با اصلاح طلبا و با کل نظام جمهوری اسلامی مشخص کردن. شما اگر دقت بکنید الان 2 سال و خورده ای هست که تمام نیروهای سایبری جمهوری اسلامی از اصولگرا تا اصلاح طلبش تا بچه بسیجیش داره در شبکه‌های اجتماعی سعی می‌کنه با پولی که در اختیارش قرار گرفته، با امکاناتی که داره سعی می‌کنه و در مقابل بچه‌هایی وای میسته که این بچه‌ها به هر حال خیلی هاشون بچه‌هایی هستن که نه منابع مالی دارن، نه از دولتی پول گرفتن، نه به جایی بس هستن و در مقابل اونها قرار گرفته. ولی باز زمانی که میاد رویاروی اونها قرار می‌گیره، ما میبینیم که به طور مثال، حالا من اشاره میکنم به همین 1-2 روز اخیر، ما میبینیم که در واقع هشتک در فضای توییتری، وقتی اونا هشتک میسازن بچه های در واقع این طرف، بچه های مشروطه خواه و بچه های پادشاهی خواه هم هشتک میسازن، میبینیم که پیوند شاه و ملت پیامی میشه که در واقع در توییتر فارسی زبان برجسته میشه و ترند میشه و در واقع در بالای اون جدول هشتگ ها قرار میگیره. اینها همه داره نشون میده که در واقع مردم ایران چه میخواهند. مردم ایران 40 سال هستش که در حوزه اجتماعی، در حوزه سیاسی و در حوزه اقتصادی چوب ناکارآمدی جمهوری اسلامی رو خوردن. مردم ایران اومدن، من عرض کردم، مردم ایران اومدن چندین بار به اصلاح طلبا اعتماد کردن و گفتن ما سکان رو به شما میسپاریم ببینیم چه کار میکنید و نهایتا اونها از این فرصت استفاده کردن به عنوان فرصتی برای ساختن رانت، برای داشتن قدرت، برای داشتن پروژه، برای داشتن پول و رفتن سمت یه همچین فرصت هایی. در نتیجه مردم ایران دیگه امروز و در حال حاضر انقدر سرخورده هستن از جمهوری اسلامی و انقدر کارنامه جمهوری اسلامی سیاه هست که دیگه امکان نداره روزی بیان و به جمهوری اسلامی بخوان اعتماد بکنن. نکته‌ای که وجود داره این هستش که مردم ایران با تمام نارضایتی موجودشون در مقابلشون یک موضوع مهمتری وجود داره و اون اینه که جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته کارنامه‌ای رو از خودش به جا گذاشته و نوعی عمل کرده که حتی اگر مردم به هر دلیلی منفعل باشن در داخل ایران نسبت به نظام موجود، این نظام دیگه در درون انقدر پوسیده هست، انقدر سطح فساد در ساختار نظام جمهوری اسلامی گسترده است که به اعتقاد من این نظام در حال فروپاشیه. یعنی تمام اون فشار و در واقع اتهاماتی که به عنوان ویرانی طلب و جنگ طلب و اینها اصلاح طلبا و اصولگراها و به ویژه طرفداران دولت روحانی در طی ماهای اخیر و بعد از در واقع جنبشی که مردم ایران، جنبش اعتراضی مردم ایران در دی ماه 96، این همه اتهام وارد کردن به افرادی که در اپوزیسیون فعالیت می‌کردن، اما اونچه که مسلمه حتی اگر همه ماها سکوت کنیم و همه ماها فقط به تماشا بنشینیم، پایان عمر جمهوری اسلامی نزدیک است، چون این نظام نظام فاسدیه که از رأسش تا پایین انقدر ساختارش دچار فساد هست و ساختار معیوبی داره که دیگه قدرت و توانایی ایستادن نخواهد داشت و به نظر من به زودی فرو خواهد ریخت. بله، بسیار متشکر. البته این کاملا برداشت جنابعالی درسته، شواهد هم اینو کاملا نشون میده، ولی اگر ما انتظار داشته باشیم که حتی از این هم وضعش بدتر بشه، این خود به خود فروپاشی انجام میگیره، محاله. باید این فروپاشی به وسیله یک سری عوامل صورت بگیره و اون اسمش اپوزیسیون راستینه، نه این اصلاح طلبان. اصلاح طلبان همونطوری که به طور ضمنی اشاره فرمودید، عامل اصلی
عرض کنم که عدم کارایی اپوزیسیون خارج بوده، یعنی هر موقعی که اپوزیسیون خارج خواسته کاری انجام بده این اصلاح طلبان بودن که مانع این کار شدن. شما اگر به این سخنان همین آقای خاتمی که حالا از صندوقخانه درش آوردن و داره داد سخن میده، در این بنیاد باران اومده 15 تا رهنمود داده که همش برای حفظ حکومت جمهوری اسلامیه و مطالبی بیان کرده که واقعا شرم‌آوره. اولا که مثلا از این لاجوردی جلاد رژیم، این قبلا در موقعی که مدور رئیس جمهور شده بود اونو به عنوان یه ستون جمهوری اسلامی ازش تجلیل کرده، هر موقعی که خواستن بقیه جوانان خواستار تغییر قانون اساسی بودن، همین قانون اساسی خودشون، ایشون سخت مخالفت کرده. از دولت روحانی که الان اشاره فرمودید که واقعا مملکت رو به سقوط کامل نزدیک کرده، به خصوص در نظر اقتصادی، از این داره تشکر میکنه، خب چون همپارکی هستن با هم دیگه. عرض کنم که از اون بدتر این قضیه فدرالیسم رو مطرح کرده، بعدم حالا همونطور که کاملا روشنه برای حفظ نظام وارد این کارزار شده. عرض کنم که با این که همونطور در مقدمه عرض کردم حتی ایشون مجاز نبود که به یه عروسی خانوادگی بره، حالا چون مجاز شده آوردنش بیرون، در سخنانش از خیلی از چاپلوسان و متملقان اصولگرا ایشون بوی سبقت هم ربوده و به تکریم و چاپلوسی مثلا رهبر میپردازه. عرض کنم که برای عرض کنم که فریب مردم اومده، من گفته که من از همه کمبودها از ملت ایران عذرخواهی میکنم. خب خودشون اینا مسئول بودن، خودشون این کار انجام دادن. حالا اونطوری که معلومه و فرمودید، این هدف اینها داغ کردن بازار انتخاباته. حالا همطوری که فرمودید که اینها چندین بار به این اصلاح طلبان فرصت دادن که بیان اصلاح بکنن، چگونه هست که باز هم میبینیم که همین جوانان، همین مردم ایران، همین کسانی که از دیماه 96 به این طرف واقعا شاهکار کردن و خودجوش دارن مبارزه میکنن، همینا باز هم میرن پای صندوق. این مسئله چگونه قابل توجیه هست با اینکه همه متوجه هستن که رفتن پای صندوق انتخابات یعنی به طور ضمنی تایید این جمهوری اسلامی؟ برای چرا باز هم میرن اونجا؟ و حتی وقتی که این آقای مثلا رهبر با کمال تزویر، ولی معلومه چی داره میگه، که شما برین پای صندوق و حتی اگر رأی مخالف هم دارین بریزین، میدونن که اون رأی مخالف اصلا تأثیری نداره، ولی مردم باز هم فریب میخورن میرن. حالا شما اینو بفرمایید، بعد من راجع به اقتصاد میخواستم و این فروپاشی یه صحبتی میکنم، راجع به این انتخابات بفرمایید، خواهش میکنم، خیلی ممنون. در مورد این که به چه دلیلی مردم پای صندوق میرن و بعد رأیشون رو به اسم اصلاح طلبا میریزن، دست کم در چند انتخابات، دو سه به نظر من فاکتور رو باید همزمان در نظر گرفت. نخستین فاکتور این هستش که قرار نیست همه مردم ایران، یا در واقع قرار نیست ما انتظار داشته باشیم که همه مردم ایران فعال و کنشگر سیاسی باشن، یا همه مردم ایران بتونن در واقع در یک سطحی به بالا مثلا متوجه باشن که چه اتفاقی داره میفته، یا مطالبات سیاسی کلان داشته باشن. بخشی از مردم ایران هستن که واقعا نگاهشون داشتن زندگی بهتر برای خودشونه، شهرشون بهتر بشه، کارشون راه بیفته، در واقع شغل بهتری داشته باشن، با آزادی‌های بیشتری بتونن زندگی بکنن. و خب اینها وقتی که روبرو میشن با اون هراسی که اصلاح طلبان اتفاقاً از تغییر در نظام کشور برای مردم ایجاد میکنه، و همون اصطلاح معروف خودشون که انتخاب بین بد و بدتر هستش، این باعث میشه که خب بعضی مردم به هر حال تحت تاثیر قرار بگیرن. و از سوی دیگه نکته مهم این هستش که وقتی مردم نتونن اون آلترناتیوی که برای جمهوری اسلامی وجود داره رو،
خوب ببینن و خوب درک بکنن و از طرف دیگه مطمئن بشن که این آلترناتیو آیا هزینه هایی که ایجاد میکنه برای مردم هزینه هایی بیشتر هستش از اون چه که دارن در زیر سایه جمهوری اسلامی تجربه میکنن یا هزینه های کمتری هست. شما به موضوع فدرالیسم اشاره کردین. اتفاقا من میخواستم این نکته رو اشاره کنم که یکی از هراس هایی که به مردم مدام داره در واقع تزریق میشه همین هست که اگر در ایران بخواد کوچکترین تغییر ساختاری اتفاق بیفته، دگرگونی ساختاری در نظام سیاسی کشور اتفاق بیفته، قطعاً مردم ایران با جنگ روبرو میشن، با نمیدونم جنگ‌های داخلی و نبرد مسلحانه و اینها روبرو خواهند شد. من همچین چیزی رو نمیتونم بگم حتما اتفاق میفته. به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه اگر آلترناتیوی که برای جمهوری اسلامی وجود داره آلترناتیوی باشه که قابل اعتماد باشه و اگر در نقطه درست ایستادیم، ما روزی که در واقع این نظام بخواد تغییر بکنه، اون نقطه‌ای که قراره بیستیم مهمه، اون نقطه‌ای که ما مردم ایران قراره بیستیم و تغییر ساختار رو از اونجا شروع کنیم. افرادی که موضوع مشروطه خواهی رو مطرح میکنن در ماهای گذشته دقیقا دارن تکیه میکنن به همین موضوع که این تغییر و دگرگونی ساختاری، یعنی رفتن جمهوری اسلامی و جایگزین نظام جدید سیاسی در کشور که منطبق باشه با هویت ملی و هویت تاریخی ملت ایران، این جا به جایی باید در نقطه صفر و در برزخ نمیتونه صورت بگیره. در اون حالت هست که خطراتی میتونه برای مردم اتفاق بیفته، برای کشور اتفاق بیفته. ما اینکه موضوع مشروطه رو مطرح میکنیم و میگیم از مشروطه شروع میکنیم، بحثمون بعضی میگن این عقبگرده، چرا از نقطه صفر دیگه شروع نکنیم؟ بحث این هستش که مشروطه چیزی هست که از یک قرن پیش در واقع آغاز شد در ایران و ایران نوین رو رقم زد و ما در سال 57 متاسفانه ایران از اون مسیری که داشت میرفت منحرف شد. ما الان میخوایم اون انحراف رو از بین ببریم، بیایم در مسیر جدید قرار بگیریم و اون در واقع دوران گذار و اون تغییر رو در پایگاه اون تغییر و نقطه‌ای که میستیم تا اون تغییر ایجاد بشه، نقطه‌ای باشه که کمترین هزینه رو برای مردم و کشور داشته باشه. در مورد انتخاب و یه نکته دیگه در مورد انتخابات هم خواستم خدمتتون عرض کنم. ببینید، ما مواجه هستیم با نظامی که به هر حال داره رو اون کشور با اون همه منابع و سرمایه حکومت میکنه و طبیعیه که چون انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی از شخص علی خامنه‌ای به عنوان رهبر نظام گرفته تا اصلاح طلبان و اصولگرایان، برای همه اینها مشارکت مردم ایران در انتخابات به معنای مشروعیت بخشیدن به نظام، جمله‌ای که بارها و بارها بعد از هر انتخاباتی از دهان این افراد گفته شده. خب اینها مسلما برای انتخابات تمام تلاش و توان خودشون رو میندازن که میذارن که بتونن یک جو روانی سنگینی در بین مردم، در کوچه و خیابان، در بستر جامعه ایجاد بکنن که عدم شرکت شما در انتخابات میتونه خطر جنگ رو بیاره، میتونه خطر نمیدونم درگیری های مسلحانه رو بیاره، میتونه بدبختتون بکنه، میتونه همین نونه کمی هم که در واقع توی سفره‌هاتون هست رو از بین ببره. و برای این کار تبلیغات گسترده‌ای میشه، پول زیادی خرج میشه و خب طبیعیه در این بستر یک بخش از مردم همراه بشن. من معتقدم اگر مردم ایران، چون ما مردم هوشیاری داریم، و اگر مردم ایران مطمئن بشن آلترناتیو جمهوری اسلامی آلترناتیو قابل اتکایی هست و خطرات زمینی این انتقال در واقع حکومت و تغییر حکومت برای اونها به حداقل کاهش پیدا میکنه، فکر میکنم مردم همراه خواهند شد با اپوزیسیون جمهوری اسلامی. بله، بسیار متشکرم. قبل از اینکه به این پرسش اصلی که خودتون هم به طور زمینی مطرح کردین، اون این است که خب بایستی چگونه این نظامی که در حال فروپاشی است این فروپاشیشو انجام داد، چون به طور خود به خود نخواهد بود. ولی بخواستم ضمن پاسخ به این سوال که در واقع سوال به این ترتیبی که راه چاره چیست و چگونه باید عمل کرد، ولی بخوام راجع به این مسئله که اشاره کردی، چون آقای ترامپ هم به این موضوع چندین بار اشاره کرده و گفته که بعد از اون دعوای بین افکارم که نفتکش ها بعد از این که کشتی
عرض کنم که انگلیس و جمهوری اسلامی توقیف کرد، ایشون بلافاصله توضیح داد که اقتصاد این جمهوری اسلامی در حال فروپاشیه و ما قادر هستیم وضع اونا رو خیلی بدتر بکنیم. و عرض کنم که برنامه ما فقط مسئله جلوگیری از برنامه هسته‌ای نیست، بلکه ما بیشتر منظورمون این است که اینها منابع مالی نداشته باشند تا نتوانند منطقه رو ناامن بکنن از طریق کمک به همون به اصطلاح عوامل خودشون مثل حزب الله لبنان و بقیه عواملی که دیگه اطلاع داریم. میخوام ببینم آیا این که به خصوص ایشون که اشاره کرده منظورم آقای ترامپ که اقتصاد ایران مرده است، آیا شواهدی در این زمینه شما از نظر اشتغال و از وضع عمومی اقتصاد و فقر و بقیه عواملی که میدونیم مسکن و نظائر اونها، شما میتونید اشاره به این مستند بکنید یا خیر قربان؟ خیلی ممنون میشم. در مورد وضعیت اقتصادی ایران بله، وضعیت بسیار بسیار بحرانی رو داره سپری میکنه. من لازم میدونم اینجا این نکته رو تاکید بکنم، چون مدام از طریق همون پروپاگاندای جمهوری اسلامی داره به مردم توی ایران القا میشه که تمام مشکلاتی که امروز باش روبرو هستید به خاطر تحریم های امریکاست. من در ضمن اینکه کلن تحریم اقتصادی رو به هر حال علیه جمهوری اسلامی نمیتونم ارزیابی بکنم و احساس میکنم چون اثرات معیشتی این تحریم ها رو بیش از مقامات جمهوری اسلامی که منابع مالی کشور ما رو سالهای سال در واقع به جیب زدن و تکونی نمیخورن از این تحریم ها به طور مستقیم، اما یک ارتباط غیر مستقیمی داره که عرض میکنم، خب فشار معیشتیش رو دوش مردم افتاده و مدام اینها میگن که این اشغال از تحریم هاست و سعی میکنن در واقع این رو اون مسئولیت خودشون رو پنهان کنن. اما اون چه که مسلمه، ببینید ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی یک ساختار فسادخیز هستش و خود تحلیلگران جمهوری اسلامی از فساد در واقع سازماندهی شده در این نظام سالهاست دارن صحبت میکنن. شما ببینید برای نشون دادن یک چهره متفاوتی از جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات دیما، یکی از چیزهایی که ما شاهدش بودیم پرونده های فساد مالی بوده که در واقع اینها سالهای سال وجود داشته، همه هم ازش اطلاع داشتن، نظام میدونسته همچین چیزی، قوه قضاییه میدونسته و سکوت کرده. ما در مورد مثلا پرونده حمید درمنی که اعدام شد میبینیم که ایشون قبلا دو تا پرونده سه تا پرونده داشته و همه این پرونده ها مسکوت باقی مونده و از زندان میاد بیرون و دوباره روند خودش رو ادامه میده. افراد دیگه هم به همین شکل. داستانی که وجود داره اینه که بله، وضعیت اقتصادی ایران وضعیت نابسامانی هست، منتها این وضعیت مطلقاً صرفاً به خاطر تحریم ها نیست. تحریم ها یک اهرم فشاری شد که اون مشکلاتی که در طی 4 دهه در جمهوری اسلامی بر سر اقتصاد این مملکت اومده بود همه نمایان تر بشه، یعنی اونها رو در واقع باعث شد که بروز پیدا بکنه و اثراتش بیشتر شد و الان زندگی مردم ایران، معیشت و حیات مردم ایران رو در واقع زیر فشار قرار داده. در مورد وضعیت اقتصادی، ببینید وقتی که ما کشوری رو داریم که منابع اون از طریق منابع گسترده کشور ما از طریق یک اقلیتی که یا خودشون حکومتی هستن یا آقازاده هستن یا داماد وزیر و رئیس جمهور هستن و یا افرادی هستن که با دادن رشوه و در واقع امتیاز تونستن از حکومت امتیازی بگیرن که پول بذارن روی پول، داره این منابع از طریق این افراد داره در واقع مدام گرفته میشه، ذخیره میشه توی جیب ها و حساب های اینا در ایران و خارج از ایران. و از طرف دیگه ساختار اقتصادی که ما داشتیم، سازماندهی اقتصادی که در این کشور وجود داشته معیوب بوده به خاطر اینکه یه سری بچه بسیجی که زن بچه پاسدار و بچه بسیجی که رفتن انقلاب کردن و از دیوار سفارت بالا رفتن بدون داشتن سواد و بدون تخصص اومدن و اینها یک دفعه نبض اقتصاد یک مملکتی مثل ایران رو با اون وسعت و با اون منابع در دست گرفتن. من
لازم نیست که ما بخوایم ما بگیم که، یعنی من خوشحالم البته از این موضوع که کار به جایی رسیده که لازم نیست ماها بخوایم بیایم و ثابت بکنیم وضعیت اقتصاد ایران وضعیت نابسامانیه، و الان کار به جایی رسیده که طی یک هفته گذشته چند مقام دولتی خودشون اومدن و از در واقع در پیش رو بودن سالی سخت و نبود منابع مالی صحبت کردن، مثل معاون وزیر بهداشت، مثل یکی از مقامات سازمان برنامه و بودجه که در روزهای گذشته اومدن و این موضوع رو مطرح کردن که ما بودجه نداریم، سال سختی داریم و امیدواریم بتونیم یه جوری در واقع این روزهای پیش رو رو پشت سر بگذاریم. الان وضعیت کاهش در واقع صادرات نفت ایران، چیزی که امروز اعلام شد که در واقع سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که ما روی بودجه مملکت رو روی 300 هزار بشکه در روز بستیم صادراتش رو، خب این نشون داده داره میده که وضعیت اقتصادی و درآمدی دولت به شدت بحران شده و بحران‌های بسیار عظیم مالی وجود داره. ما چند ماه پیش این خبر رو داشتیم که وزارت نفت دستور داده بود که یه سری از در واقع دارایی‌ها به فروش برسه. این خبر رو در مورد چندین نهاد دولتی دیگه داریم که به خاطر اینکه بودجه ندارن خواستن دارایی‌های غیر ضروری به فروش برسه، خواستن استخدامی صورت نگیره و خواستن که پروژه‌های کارهای غیر ضروری و پروژه‌های غیر ضروری معلق بشه که اینها بتونن درآمدی که دارن و بودجه‌ای که دارن رو صرف پرداخت کارمندان کنن. اما این کار تا کی قابل ادامه است؟ تا کی دولت میتونه بودجه‌ای که داره، بودجه اندکی که الان داره رو بخواد بیاد و به کارمندها بده که اونها اعتراض نکنن و شورش ها صورت نگیره؟ این هم تا یک مدت دیگه قابل در واقع انجام هست، این فرمولی که چیدن، و بدون شک در ماه‌های آینده ما با عدم پرداخت حقوق کارمندان بیشتری به شکل گسترده روبرو خواهیم شد و خب این موضوع نه اولین نتیجه‌ای که در بر داره اعتصابات و در واقع گسترش تجمعات اعتراضی هستش و اعتصاب کارمندان و کارگران. از سوی دیگه موضوع تورم، ببینید مشکل ایران یک مشکل نیست در حوزه اقتصاد. در حوزه تورم میایم نگاه میکنیم، میبینیم در مورد تورم باز ما با یک بحران به شدت عظیمی روبرو هستیم. تورمی که در واقع مرکز آمار ایران به عنوان نهادی که زیر نظر خود دولت و حکومت هست داره اعلام میکنه که تورم نقطه به نقطه تیر ما از 50% شده و تورم سالانه از 40% عبور کرده، در حالی که مردم درآمدهاشون اونقدر افزایش پیدا نکرده که بتونن با این تورم پیش بیان. بحرانی که در بازار مسکن به عنوان یکی از مهمترین بازارهای ایران صورت گرفته، بحرانی نیست که بشه به سادگی ازش عبور کرد. جدای از افزایش قیمت مسکن که ما در سال گذشته و به ویژه در ماه‌های گذشته باش روبرو بودیم، ما با یک بحران بسیار بسیار مهم و حیاتی روبرو بودیم واسه مردمی که مستأجر هستن و اون افزایش 50% تا 100% و حتی در برخی محله‌ها بالای 100% قیمت اجاره بودیم و این موجب شد که یک جمعیتی از مردمی که مستأجر بودن به دلیلی که امسال نمیتونستن اون اجاره های جدید رو پرداخت بکنن به حاشیه شهرها رونده بشن و این جدایی از تبعات اقتصادی برای خانوارهایی که دچار همچین وضعیتی شدن به مرور تبعات اجتماعی گسترده‌ای رو در واقع باش روبرو خواهیم بود، به ویژه در کلان شهرها به خاطر این بحران. در حوزه شاخص فلاکت ما میبینیم که شاخص فلاکت در ایران افزایش پیدا کرده. تنها هنری که دولت روحانی با تمام ابزارهای موجود و تمام فشارهایی که تونسته بیاره و تمام تزریق ارزی که در بازار صورت داده این بوده که تونسته یک مقدار طی چند هفته گذشته قیمت ارز رو پایین نگه داره و این بیشتر این تمرکزی که اینها کردن به خاطر جو روانی که نمیخواستن ایجاد بشه از افزایش نرخ ارز رو حوزه‌های دیگه اقتصاد، این موجب شد به نظر من اونچه که به نظر میاد این هستش که دولت از بخش‌ها و محورهای دیگه اقتصادی کاملا در واقع دور مونده و بی‌توجه هستش به اونها و این موجب میشه که اتفاقا بحران‌ها بیش از پیش در ماه‌های آینده نمایان بشه. خب در چنین وضعیتی اصولا مردمی که دارن توی اون کشور زندگی میکنن وقتی که
حیاتشون، زندگیشون، شکم بچهشون، نمیدونم لباس بچهشون تحت تاثیر مستقیم این اتفاقات و ناکارآمدی جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد قرار بگیره، قطعا ساکت نخواهند موند و اعتراضات به نظر من خیلی گسترده تر خواهد شد. بله، خیلی متشکرم، بسیار سپاسگزار. حالا من برگردم به این سوال اصلی که البته پاسخش کوتاه، به طور ضمنی اشاره فرمودید، و اون این است که با توجه به همه این شرایط، عرض کنم که این اقتصاد در حال مرگ به قول آقای ترامپ، اقتصاد مرده، و این جمهوری که در حال فروپاشی هست، و این مسئله اصلاح طلبان، مسئله انتخابات و این شرایط اقتصادی که اشاره فرمودید، حالا راه چاره چیه؟ در این بنده برای چندمین بار تکیه میکنم بر این سوالم که این رژیم هر چقدر پوسیده باشه خود به خود ساقط نمیشه، باید یک عاملی باشه که اینو ساقطش کرد. شما به طور ضمنی اشاره فرمودید که اگر اینا نتوانند پول کارمندان رو بدن، در نتیجه منجر به اعتراضات و اعتصابات خواهد شد و اون ممکنه مثلا انگیز باشه. می‌خواستم در این زمینه بیشتر توضیح بدین که به نظر شما راه چاره چیه قربان؟ چی کار باید انجام بگیره تا این به اصطلاح مرده‌ای که از نظر اقتصادی رو زمین افتاده شده، اینو از زمین خارجش بکنم؟ این که من اشاره کردم، گفتم در حال فروپاشیه، حتی اگر ما کاری نکنیم، اینا توضیح بدم که اصلا به این معنا نبود که حالا اپوزیسیون کاری انجام نده. اپوزیسیون داره کار خودش رو انجام میده و به نظر من این موثر هست، ولی شاید در مواردی ناکافی باشه یا نقدهایی به اپوزیسیون وارد بشه. اون چه که مهمه این هستش که جمهوری اسلامی نقص کندی داره الان در حوزه سیاست داخلی، در حوزه یعنی درگیری‌های داخل خود نظام، در حوزه سیاست بین الملل. شما ببینید بزرگترین قدرت‌های جهان الان در مقابل جمهوری اسلامی ایستادن، هرچند که در پرانتز میشه اینو گفت که شاید اونا به فکر مردم ایران یا دموکراسی و آزادی در ایران نباشن و اولویت منافع خودشون باشه، که خب حق هم دارن. هر کشوری اگر کشور عاقلی باشه، هر دولت مردی اگر دولت مرد عاقلی باشه، منافع کشور و مردم خودش رو در نظر میگیره. به هر حال این صحبت من این هستش که جمهوری اسلامی نبض بسیار کندی رو داره در حوزه‌های مختلف، و اون چه که اتفاق میفته فکر میکنم این هست که اعتراضات در ایران به شدت گسترش پیدا میکنه و در درون خود جمهوری اسلامی این رو فراموش نکنیم که شکاف وجود داره. من معتقدم افرادی به هر حال در این نظام میتونن وجود داشته باشن که اینها در نهایت به مردم کشورشون خواهند پیوست، افرادی در ارتش میتونن حضور داشته باشن، افرادی حتی در سپاه پاسداران میتونن وجود داشته باشن، افرادی در سازمان‌ها و وزارتخونه‌ها و مراکز دولتی میتونن وجود داشته باشن که اینها به هر حال بیش از حتی شاید ما اطلاع دارن که در درون این نظام چه فسادی و چه فاجعه‌ای داره رخ میده و در نتیجه بخوان که همراه مردم باشن. اون به زنگاه به نظر من نزدیک هست، به زنگاهی که مردم ایران اعتراضاتشون گسترش پیدا میکنه، به زنگاهی که خیلی ها از بدنه جمهوری اسلامی در واقع اون ریزش به سرعت اتفاق بیفته، گسترده تر بشه و خیلی ها بپیوندن به مردم و اعتراضات مردم. و تنها نکته مهم در مورد اینکه بعد سرنوشت ایران چه خواهد شد، به اعتقاد من این هستش که اون وقت اپوزیسیون کجا ایستاده و به چه شکلی قراره این نقل و انتقال قدرت صورت بگیره. ولی اون چه که مسلمه در طی ماه‌های آینده ما شاهد تحولات بسیار بسیار مهمی در ایران و حتی به نظرم در درون نظام خود جمهوری اسلامی خواهیم بود. بله، بسیار متشکر. البته همونطور که اشاره فرمودید، عامل اصلی عبارتن از ملت ایران و اینها هستن که با اعتراضات و اعتصابات خودشون میتونن رژیم رو ساقطش بکنن. من یه سوالی دیگه ای دارم که خیلی به این موضوع ما ارتباط نداره، ولی چون بحث روز هست میخواستم راجع به اینم اگر مایل باشین یه صحبتی بفرمایید. و اون این است که این نخست وزیر جدید انگلستان که منصوب شده، این انتصاب با توجه به این که این هم به نظر میرسه یک ترامپ دیگری خواهد بود در اونجا، البته نمیشه الان قضاوت کرد،
میخوام ببینم که انتصاب ایشون یا انتخاب ایشون از چند نظر چه اثری خواهد داشت. یکی در مورد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و دوم رابطهش با ترامپ و بعدم از همه مهمتر که به ما مربوط میشه در مورد این وضع نامطلوب خاورمیانه، منجزن وضع جمهوری اسلامی و این حالت نه جنگ نه صلح و به چه گونه پیش بینی میکنی شما؟ برون نظر انتصاب ایشون چه تأثیری در این سه مورد داره؟ برون خیلی ممنون میشم اگه مایل باشین پاسخ بدید. شاید هنوز زود باشه که خیلی بشه در مورد عملکرد ایشون در آینده نظر داد، اما در مورد همین اظهار نظرهایی که تا کنون ما از ایشون دیدیم، اون چه که به نظر من خیلی اهمیت داره این هستش که، یا شاید جای امیدواری داره، این هستش که اروپا همواره در طی 96، یعنی از دی ماه 96 تا الان، به نظر من نسبت به اعتراضات مردم ایران به خاطر برجام و حفظ منافع اقتصادیش در برجام خیلی منفعلانه برخورد کرده، بی‌تفاوت برخورد کرده و در واقع بیش از اون که کنار مردم ایران بخواد بیسته و حرف اونها رو بخواد بزنه یا بخواد کمک بکنه به در واقع اتفاقاتی که داره از سوی مردم میفته و اعتراضات مردم، در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفته. و خب به هر حال من فکر میکنم که این انتصاب جدید در انتخاب جدید در بریتانیا میتونه کمک بکنه که یک مقدار مواضع اروپایی ها شفافتر باشه، این بازی دوگانه ای که دارن در واقع تفاوت بین شعارها و عملکردشون یه مقدار متفاوت‌تر بشه و مجبور بشن موضع خودشون رو در مقابل جمهوری اسلامی مشخص بکنن. و اون چه که مسلم هست، معادلات داره نشون میده، معادلاتی هست که به هر حال من گفتم تو صحبتام، قدرت‌های بزرگ در دنیا الان مشخصاً میخوان که جلوی در مقابل در واقع جمهوری اسلامی بایستن و من امیدوار هستم که جمهوری اسلامی، یعنی مردم ایران به موقع بتونن عمل کردی از خودشون نشون بدن و کار به این نرسه که جمهوری اسلامی بخواد بر مواضع خودش پافشاری بکنه، بخواد از درگیری نظامی که احیانا اتفاق بیفته در خلیج فارس و در واقع بین جمهوری اسلامی امریکا و متحدان امریکا بخواد استقبال بکنه برای اینکه زمان بخره و نهایتا مثلا تا رفتن دولت ترامپ بخواد زمان بخره، بگه که خب ترامپ تغییر میکنه، رئیس جمهور دیگه میاد و ما با اون میتونیم وارد مذاکره بشیم. من امیدوارم همچین اتفاقی نیفته، چون اگر کوچکترین درگیری نظامی اتفاق بیفته بدون شک مردم ایران بیش از هر کس دیگه متضرر اون خواهند بود. بله مسلمه چنین خواهد بود. خب چون وقت ما تمام هست، با سپاسگزاری بسیار خدمتون بدرود عرض میکنم. اگه جناب یعنی پیام مشخصی برای ملت داریم بفرمایید. نه سپاس از شما و واقعا امیدوار هستم. من دوست دارم این رو بگم که همه مایی که داریم در واقع تلاش میکنیم به عنوان روزنامه نگار، به عنوان فعال سیاسی، اگر دل در گروه ایران داشته باشیم مطمئناً مردم ایران با ما همونطور که خیلی ها همراه شدن خیلی های دیگه همراه خواهند شد و امیدوار هستم که به هر حال سرفرازی و سرفرازی مردم ایران و کشورمون رو ببینیم. با درود بسیار و سپاسگزاری خدمتون به درود عرض میکنم. پاینده باشین. امیدواریم که در برنامه های بعدی هم بتوانیم در خدمتون باشیم. بیرندگان عزیز، اگر در مورد بیانات سرکار بانو آسترکی و یا عرایز بنده نظری دارین، لطفا به این تلفن هایی که روی صفحه ملازم میفرمایید 650-619-76-23 و 832-270-77-48 لطف بفرمایید پیام بزنید، در اولین فرصت پاسخ داده خواهد شد. بسیار متشکر. چون برنامه تمام هست، خدمت همه بینندگان عزیز به درود عرض میکنم. پاینده ایران، جاوید ملت بزرگ ایران.
بستر دلاوران خاک مهربان گهواره آزادگان نوجوان ما بین حال جاودان نیک بدان دشمنان جهل و زهر و کین همی پراکنن این چنین مرگ و فرفشانن چون تیر آتشین ما میخواهیم آزادی جهد ما بسا میدهد به ما ندی شعله های خشم از ما ساخته از یک شاهی از بند و زنجیر و شلاق و دار ما نمی‌هراسیم از چکاچاک شمشیرها نیز از جا نمی‌گریزیم در حال آزادی را با چنگ و دندان گشاییم ما یار جان باختگان